رسید. خدمت آقای دکتر مهدی هزاره سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. تشکر. لطف کردید تشریف آوردید. ما در خدمت شما هستیم. اجازه میخوام از شما که من یه سری سوالای خودمونی با زبانی عام فهم و قابل درک برای من از شما بپرسم. اولین سوال من اینه که شما معتقدید که با پژوهش چند درصد احتمال داره احتمال یک زلزله رو پیش بینی کرد؟ من اول بعد از سلام روز پژوهش تبریک میگم به همه پژوهشگران، هم از استادان و دانشجویان و همه کسایی که پژوهشگر واقعی هستن، حتی اگر به لحاظ شغلی یا صنفی در وضعیت استاد یا دانشجو نباشن، به هر حال برای همشون مبارک باشه. مراسم برنامه مختلفی هم در کشور هست. اینکه فرمودید با پژوهش آیا میتوان این کار رو اجازه هم میخوام من تا این هند بفهم این که فرمودید آیا با پژوهش میتوان زلزله یا هر مخاطره طبیعی رو پیش بینی کرد؟ جوابش بله هست، به این دلیل که کار علم پیش بینی کردنه. بله، یعنی اگر شما از علم صحبت میکنید باید از چیزی صحبت بکنید که پیش بینی هم میتواند انجام بده، قوانینی تولید کند که بتونیم ما پیش بینی کنیم. بنابراین ما با پدیده قابل پیش بینی مواجه هستیم. منتها اگر سوال امروز رو در واقع شما بکنید، بگید آیا امروز بشر میتواند اندازه زمان و مکان به ویژه زمان رو پیش بینی بکنه و مخصوصا به صورت قطعی، جواب منفیه. یعنی بشر تقریبا در هیچ مورد غیر از استثناهایی در تاریخ نتونسته لحاظ زمانی به زمان قطعی یا نزدیک به قطعی نزدیک بشه. میشه ازتون بپرسم این به غیر از استثناهایی که میفرمید مثلا کدوم استثناء؟ 1974 فوریه 1974 که میشه اگه اشتباه نکنم بهمن 1352 اگر اشتباه نکنم 4-3 میشه فکر کنم، حالا به هر حال همون میلادیشو بگیریم که اشتباه نکنیم. در چین، در کشور چین یک پیشبینی اتفاق افتاد که البته خب دو تا دلیل بر اساس اون چیزی که مستند و منتشر شده در گزارش‌ها و کتاب‌ها، پیشبینی که اتفاق افتاد دو تا محور داشت. یکی اینکه اولا سیستم اطلاع رسانی و رصدی که چینی‌ها دارن از قدیم داشتن، یعنی قدیمی‌ترین مردمی هستن که به این کار می‌پرداختن و به عنوان یک راه حل به این قضیه اصلا در تاریخ نگاه می‌کردن. خب اینا یک وظیفه ای داشتن که هر نوع تغییری رو گزارش بدن. میدونید ساختار چین اون زمان، چین زمان ماو هم در واقع هستش، یک گزارش دهی به صورت جمعی و به طور منظم و متمرکز وجود داشته و جمعیت زیاد چین رو در نظر بگیرید و تعداد زیاد گزارش هایی که می اومده، خب میگه یه دفعه یه خبری در یه جایی هست. حالا مردم باید موظف بودن که چیزی رو، تغییراتی رو در طبیعت میبینن، هر نوع تغییری که میبینن بگن. تعداد رو اگه ببینید زیاده، خب این تغییرات اولا میتونه بسیار زیاد گزارش شده. مثلا مردم چی دیده بودن؟ هر چیزای مختلفی که از در رفتار حیوانات بگیرید تا تغییر در سطح آب، در چاه‌ها و در غیره، هر چی که میبینن و بعد میاد. بالاخره منجر به چی شد؟ ولی اون چیزی که به لحاظ علمی مستند، یعنی غیر از گزارش‌های مردمی، به طور به لحاظ علمی مستند در کتابا موجود است، تغییرات لرزخیزی است که از حدود در واقع میشه گفت چند هفته قبل، به ویژه یک هفته قبل، سطح لرزخیزی تو اون منطقه بالاتر بوده. خب اینا به عنوان یکی از پارامترها در نظر گرفتن، متأ بالاتر بودن در حد چند ده برابر شدن میزان لرزخیزی در اون منطقه بوده. شاید هم یه ذره شانس اونا بوده که این اتفاقی بوده که این میزان سطح بالای لرزخیزی رو قبل از رخداد نشون داده. چند ده برابر افزایش پیدا کرده بوده. نمونه این که من میگم، یعنی شاهد برای این که من میگم این شانس اینو داشتن، این بوده که خب یه سال و نیم بعد مشابه همین اتفاق تقریبا همونجا اتفاق افتاد و نتونستن اینو پیش بینی کنن. به همین دلیل چون این قابل تکرار نبوده، به صورت سامان یافته سیستماتیک عملا نتونسته در بیاد. میشه یه بار دیگه پس به طور خلاصه از شما بپرسم، بالاخره پیش بینی کردن که زلزله چقدری میاد و در عمل چی اومد؟ برای یک زلزله بزرگ در واقع پیش بینی کردن که، یعنی شاهدی هم که دارن معمولا تو کتابا یه عکسی هستش که البته به زبان چینیه ولی ترجمهش مردم در واقع سینمای سینهوا در واقع در اون شهر داره میگه، با توجه به اینکه به زودی، حالا به زودی به کار برده،
زلزله مهمی بیاد فیلم در فضای آزاد نمایش داده میشه، یعنی زیر سقف نخواهد بود. این در واقع سندی است که ما اینو اعلام پیش‌بینی کردیم و اعلام عمومی هم کردیم و بالاخره رخ داد. با چه بزرگی؟ با بزرگی 7.3 اگر اشتباه نکنم اندازه دقیقشو اتفاق افتاد و البته تعدادی هم تلفات داشت، ولی تلفات گسترده نداشت، ولی گفتم یک سال و نیم بعد یه اتفاق پیش‌بینی کمک کرده بود. قدم مسلم کمک کرده بود، ولی خب میگم یه مقدار شانس هم در واقع آورده بودن. ولی واقعیت همین هستش که حالا به زبان علمی امروزی، چون سوال اولیه شما این بود و پژوهش چه کار میتونه بکنه، زبان علمی امروزی میگه داده های منظم، سامان یافته و به لحاظ آماری قابل اتکا، یعنی یه تعداد زیادی از داده های مختلف که از زمینه های مختلف چند زمینه قابل کنترل باشه، این میتونه به پیش بینی کمک بکنه که پیش بینی زلزله بالاتر از 6 یا بالاتر از 7. بنابراین اگر زلزله کوچیک رو کسی پیش بینی بکنه، اولا پیش بینی هنری نکرد. اون مثالتون در مورد ماشین در مورد زلزله کوچیک پیش بینی کردن جالب بود. یه بار دیگه میفرمایید. گفتم مثلا این میمونه که کسی بیاد الان سر خیابون وایسه بگه یه پراید سفید صندوقدار عبور میکنه، و چون پراید سفید صندوقدار تا خیابونای تهران و همه جای ایران فراوان هست، پیش بینیش به احتمال زیاد درست در میاد. حالا این در واقع یه مقدار شوخیه، ولی خب یه مقدارش هم جدیه. یعنی میخوام بگم پیش بینی چیزی که خیلی فراوان هست عملا پیش بینی نیست، یعنی معنی پیش بینی نداره. زلزله بزرگ در واقع بیشتر از 7 به تعداد زیاد اتفاق نمیافتن. هر دهه ما انتظاری که در ایران میره، ما دو تا اتفاق در کل فلات ایران زلزله بزرگ تو هر 10 سال، تو هر دهه انتظار میره که اتفاق بیفته. و عرضم بزرگ شما که بنابراین پیش بینی اون هست که معنیه، یعنی همچین اندازه ای است. بنابراین اگه کسی بیاد مثلا یه زلزله 4 رو پیش بینی کنه، یه سنجش علمی کرده، ولی پیش بینی نیست، اسمش پیش بینی نیست، یه سنجش است که در واقع. البته من میخوام حق بدم به مدیرانی که بر پیرو این گونه پیش بینی ها تصمیمات اتخاذ میکنن. میخوام بگم که شاید این مدیرانی که از شماهای دانشمندان مختلفی که مطالعه دارید یه چیزایی میشنون، میان میگن به مردم که مردم مراقب باشید، به نظر میرسه احتمال زلزله رفته بالا، اون مدیر رو نباید مؤاخذه کرد، اون هشدار داده. حالا اینو البته بعد در یه برنامه مفصل بعد اگر شما هر موقع وقت داشتید بعد راجبش صحبت کرد، ولی ببینید هیچ وقت هشدار رو به من غیر از یک کشور دنیا که در ژاپن هست، اونم در یک فرایند طولانی این کار رو انجام دادم، هشدار رو برای مردم میفرسته. مثل که الان ما من شما که داریم صحبت میکنیم رو صفحه تلویزیون، تنها کشور دنیا که این کار رو میکنه، هشدار پیش هنگام زلزله و سونامی رو روی صفحه تلویزیون اعلام میکنه. یعنی ما حتی من شما مثلا در جریان نیستیم که الان روی صفحه داره میره، ولی این هشدار، یعنی مردم زمینی که گفتگوی ما رو دارن میبینن، ما ممکنه مسابقه فوتبال رو ببینن، ولی اون هشدار هم رو صفحه میاد. یعنی اینقدر مکرره که اینو انجام میدن، برنامه رو قطع نمیکنن. جنبه های روانی اجتماعی مفصل این قضیه رو هم دیدن. و میگم یک برنامه که از 2007 در واقع 1386 این کار رو به صورت همگانی در کشور ژاپن دارن انجام میدن. مردم هم توی اینترنت و اینا هم بگردن، نمونه‌های مثالی مثلا دانشجو اگر بگردن اینو میتونن ببینن. ولی در هیچ کشور دنیا هشدار رو برای مردم نمیفرستن. بنابراین هر نوع فرستادن هشدار برای عموم مردم از جنس در واقع هراس افکنی است و عملا پاسخهای منفی هم میده، چون خیلی از این هشدارها عملا به هیچ جای خاصی ممکنه نرسه. واسه اینه که اولا مردم عادی در واقع دچار اضطراب بشن، و خیلی از این خبرها ممکن خبرهای درستی نباشه، کمان که اخبار پیامکی هم اولا بسیارشون بی محتوا است. لازم اینه که اگر به منبع و مأخذ اینا مراجعه بکنید، میبینید که اصلا بسیارشون یا اکثرشون میتونم بگم که منبع و مأخذ علمی هم در واقع ندارن. ولی هشداری که من دارم ازش صحبت میکنم، هشداری است که به تأسیسات خودکار معمولا داده میشه. یعنی شما یه سری تأسیسات دارید که میخواید اگر اتفاق افتاد تکونی خورد، اصلا تکونی میافته میخوره که کسی آسیب نمینه، ولی تأسیساتتون ممکن آسیب ببینه و یه آثاری رو ممکنه در شهر یا در اقتصادتون ایجاد بکنه. اون هشدارا معمولا به طور خودکار میره و اون تأسیسات رو به صورت ایمن در میاره. این یه فناوری است که الان در دنیا موجوده و امیدوارم که به زودی در ایران هم موجود باشه. یعنی عملیاتی به فناوریش در دسترس ما هست، منتها هنوز عملیاتی نیست. ولی این هشدار پیشنگام عملا کاری که میکنه، میتونه سامانه های حساس رو مثل نخازن، تأسیسات آوفازلا، متروها غیره رو، اینا رو به صورت ایمن خاموش در بیاره یا به صورت ایمن در بیاره. مثل قطاری که داره حرکت میکنه، چند لحظه وای میسه در مترو و بعدم شروع کنه حرکت کنه. اصلا مردم متوجه نمیشن به دلیل چه دلیلی قطار وایساد چند لحظه. متوجه شدید؟
بنابراین میخوام بگم کسی دچار هراسی نشده، قطار فقط به لحاظ ایمنی حرکتی که میکرد سرعتش کم کرده، یه چند ثانیه ایستاده و بعد فرمان اومده که برو، اشکال نداره و اون شروع کرده به حرکت کردن. بنابراین این اتفاق است که الان دو دنیا است. تو جنبه پیش بینی هم اندازه زمان و مکان، اندازه به ویژه برای زلزله بیشتر از 6، تو خیلی از منابع تاکید میشه برای زلزله بیشتر از 7 تاکید میکنن، اندازه زمان مکان با ذکر احتمال، اگر کسی اعلام کرد بعد با ذکر میز درصد و بازه احتمال و خطا اد اعلام بکنه. اگر همچین مشخصاتی نداره، مردم هر جایی تو پیامک ها و اینا رو میشن میتونه علاوه هر کسی فرستاده باشه مطالب، حتی وبسایت خارجی، الان چندین وبسایت خارجی ممکنه مردم هم خودشون برن جستجو کنن ببینن. اگر همچین مشخصه که من میگم نداره، این اصلا پیش بینی علمی نیست، هر یه چیز دیگه است. یه نفر نشسته بر خودش یه سایت درست کرده، یه چیزایی داره بر خودش رو سایتش میذاره. خیلی ممنون از شما، فرصت ما اجازه نداد که موضوعات بحث دیگه مون رو به پیش بکشیم. حالا شما دمنوشتون بفرمایید، تشکر میکنیم ازتون. روز پژوهش بود، بهانه ای در مورد یک سوال بزرگی که هیچگاه پاسخ هنوز داده نشده و اینکه آیا زلزله رو میتونیم پیش بینی کنیم یا نه، با جناب آقای دکتر مهدی زاره، پژوهشگر با سابقه زلزله در ایران. خیلی ممنون. لطف کردید. بازم بریزم. لطف می‌کنید. ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه بهون بکنم، میخوام بگم که این صدا هرچی که هست مال منه، شیشه ی رخوت شبا سنگ ستاره میشکنه، خونه ی من همین براز پیش شما پیاده ها، هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها، هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها.